خدایا شروع سخن به نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز صنف هفتم، به درس زبان و ادبیات دری خوش آمدید. دوستان قند به ایستگاه پنجم رسیدیم. عنوان درس ما چیست؟ عنوانش هدیه به مادران است. در قسمت اول در مورد شعری از شاعر دری زبان استاد خلیل الله خلیلی میپردازیم و در ادامه در حوزه دستور زبان به چگونگی ساختن اسمهای جمع خواهیم پرداخت. عزیزان قند، قبل از اینکه وارد درس شویم کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید. حتما برای ما پیام بفرستید دوستان. 2-0-964-780-255-40-13 در واقع راه ارتباطی ما با شما دوستان است. خب قبل از اینکه وارد درس این دوستان، ابتدا کار خانگی را حل میکنیم، بعد وارد درس جدید میشیم. نگاه میکنیم در سوالی که در واقع به عنوان سوال کار خانگی جلسه قبل از شما خواستیم. خب میگوید سوال در کلمه های زیر اسم عام و اسم خاص را مشخص کنید. اگه خاطرتان باشد دوستان، در جلسه قبل برایتان گفتیم چی؟ گفتیم که در واقع اسم ها دو نوع است، یا اسم عام است و یا هم اسم خاص است. اسم عام در واقع یک اسم بسیار کلی است، از کلمه عمومیت، از کلمه در واقع عام بودن می آید که نشان می دهد که افراد زیادی در داخل یک مجموعه، در داخل یک سید، در داخل یک گروه قرار دارند و در واقع افراد زیادی را شامل می شود. در مقابل اسم چی داشتیم؟ اسم خاص. اسم خاص او کلمه ای را که در واقع گفته می شد که دلالت می کرد بر یک چیز خاص. حال او چیز خاص می تواند نام یک شاعر باشد، می تواند نام یک شخص باشد، می تواند نام یک قاره باشد، می تواند نام در واقع چی باشد دوستان؟ یک بلاد و یک کشور باشد. خب نگاه میکنیم کلماتی که برای ما مشخص کرده و ما میخواییم ببینیم که در واقع کدام یکی از این انواع اسمهای عام و خاص را دارا می باشد. کلمه اول بشر است. خب بشر چه میشه دوستان؟ بشر یک اسم عام است. اسم عام. چرا میگویم اسم عام؟ چون دلالت میکند دوستان. دلالت میکند. قبل از اینکه ما بزنیم با یک رنگ دیگه برای شما مشخص بکنم که برایتان قابل دیدن باشد. بشر رو گفتیم چی دوستان؟ بشر یک اسم عام است. چرا؟ چون ما در داخل کلمه بشر انواع اسم ها داریم. از جمشید، از نادیه، از حامد، از احمد، از میرویس، هزاران هزار اسم میتواند در قالب بشر جای گیرد. بعدی سعدی. در دنیا چند سعدی داریم؟ وقتی میگوییم سعدی یک اسم مشخص را میگوییم، یک شاعر که در قرن هفتم میزیسته. پس یک اسم چیه دوستان؟ سعدی یک اسم خاص است. اسم اشیا، اسم اشخاص، اسم بلاد، اسم قاره، اینا دوستان همه چی هن؟ اسم خاص هستن. انار اسم چیز؟ اسم یکان میوه خاص. پس می شود اسم خاص. مردم چی؟ مردم یک اسم عام است. چرا اسم عام است؟ چون می تواند آدمهای بسیار زیادی را در داخل خود جای دهد. آسیا، چند آسیا در دنیا وجود دارد؟ در کل دنیا یک آسیا، یک قاره آسیا موجود است. پس می شود اسم خاص. خب ابراهیم ادهم. ابراهیم ادهم چند نوع دارین دوستان؟ بله، ابراهیم ادهم یک اسم خاص است. پس یک فرد داریم ما. و قسم آخر، کلمه آخر، شهر است. چند نوع شهر داریم؟ شهرهای زیادی داریم.
از بلخ، مزار، قندهار، بامیان، هرات، بدخشان، جلال آباد، انواع در واقع چه دوستان شهرهایی هستن که میتواند در این مقوله جای بگیره، چون انواع مختلف شهرها میتواند در ذیل از این کلمه جای بگیره. پس شهر چیست؟ شهر یک اسم عام است. خب دوستان نگاه کنیم، پس این طریقه جداسازی و تفکیک چی شد؟ کلماتی که تحت عنوان اسمهای عام بودن و کلمه هایی که تحت عنوان اسمهای خاص بودن. خب دوستان حالی که از این کار خانگی عبور کردیم، وارد درس جدید خودمان میشیم که در واقع درس جدید ما چی بود دوستان؟ درس جدید ما هدیه به مادران بود. خب دوستان در این قسمت که میخواییم برای شما توضیح دهیم، در واقع یک شعر میخوانیم از شاعر معاصر استاد خلیل الله خلیلی، شاعر دری زبانی که در واقع در حوزه ادبیات بسیار بسیار آثار گرانبها و جذاب و شنیدنی دارد. خب بیم در واقع ابتدا دوستان برای شما این شعر را قرائت بکنیم، یک بار بخوانیم، مرور شود و بعد در مورد توضیحات او برایتان بپردازیم. خب شعر چه میگوید دوستان؟ رهرو روشندلی از بایزید کرد پرسش کی مراد هر مرید، بازگو آخر کجا بشتافتی کین همه گنج سعادت یافتی، گفت از یک قطره عشق مادرم شاهد مقصود آمد در برم، گنجها در دیده نمناک اوست این گوهرها عشقهای پاک اوست، شامها چون باز خفتی مادرم بود در پایین پایش بسترم، تا دل شب داشت با من رازها گفتگوها قصه ها آوازها، قصه ها شیرین تر از شهد و شکر نغمه ها جان بخش از باد سحر، ناگهان شامی هوا بس تیره شد برف بر شهر و ده ما چیره شد، خون به تن از شدت سرما فسرد، شعله از دم سردی ایام مرد، نیمه شب شد مادرم از خواب خواست از من افسرده جام آب خواست، تا گرفتم لرزان جام آب مادرم را بار دیگر برد خواب، من ستادم خشک بر جا از ادب چشم بر ره جام بر کف جان به لب، آب را از فرط سردی بست یخ جام را با دست من پیوست یخ، صبح شد چون بارگاه فیض باز مادرم برخاست از بهر نماز، دید سوی من که لرزانم چوبید گشتم چون برف سر تا پا سپید، گفت ای فرزند بر کف جام چیست، راست گو این لرزه بر اندام چیست، از چه رو این جام را نگذاشتی خیش را در رنج و مهنت داشتی، گفتم ای مادر خطا بود این که من می نهادم جام بهر خیشتن، توز من گر آب می کردی طلب خفته می دیدی مرا دور از ادب، مادر از گفتار من بی‌تاب شد دل میان سینه وی آب شد، سر زد آهی از دل غم دیده اش قطره اشکی چکید از دیده اش، اشک مادر گنج گوهرزا شود مرد از آن یک قطره چون دریا شود. بله دوستان این شعر که خواندیم از شاعر دلسوخته و دری زبان استاد خلیل الله خلیلی بود. خب داستان دوستان همینطور که میبینید در مورد بایزید بسامی، یکی از عرفای بسیار مشهور قرن دوم و اوایل قرن سوم است. داستان در مورد ایست که شخصی به نزد بایزید بسامی میآید، از ایشان سوال میکند، میگوید که چه چیزی باعث شد که شما در این مقام و به این درجه از عرفان و
خداپرستی برسی. ایشان جواب میداد که به واسطه قطرات اشک مادر به این جایگاه و این مقام رسیدم. میگوید که یک شب بسیار سرد که هوا بس ناجوان مردانه سرد بود، مادرم از من درخواستی کرد، گفت فرزندم یک جام آب برایم بیاور. نگاه کردم در خانه در داخل کوزه آب نیست. کوزه را برداشتم، لب چشمه رفتم، آب برداشتم، برگشتم، آمدم خانه، دیدم مادرم خوابیده است. خب حال که خواب است چیکار کنم؟ من از بخوابم، اگر مادرم آب به طلبت و مرا بیدار نبیند چگونه نیازش را برطرف کند؟ به ناگاه چیکار کردم دوستان؟ به ناگاه گفتم باید بیستم و بیدار بمانم و تا زمانی که مادرم آب به طلبت. لحظه به لحظه صبر کردم. لحظات گذشتند و نزدیک نماز صبح شد. صدای اذان صبح پیچید. مادرم برای نماز صبح بلند شد و مرا ایستاده در کنار خود دید که در یک دست جام و در یک دست کوزه به دست دارم. ای فرزند، این کوزه و این جام برای چیست؟ جواب دادم مادر، آب خواستی، برایت آب آوردم. دیدم که خوابیدی، گفتم شاید آب بخواهی و مرا بیدار نبینی و دلت آب بخواهد ولی دلت نیاید که مرا بیدار کنی. پس به خاطر همین بر بالای بالین شما تا صبح ایستادم. بیدار ایستادم که شما بیدار شوید. مادرم که این لحظه را میبیند به سمت قبله میشود، نماز میخواند و از خدا میخواهد که خدایا این فرزند را برای ما عزیز کردی، برای خلق و برای همه عزت و جاه و کرم ببخش و به این واسطه قطرات اشک مادر و به واسطه دعای مادر به این درجه و به این مرتبه رسیدم. خب داستانی که خواندیم از شاعر فارسی زبان و دری زبان بود. این شاعر کیست؟ استاد خلیل الله خلیلی. بیایم در مورد زندگی نامه ایشان یک مقداری معلومات برای دوستان عزیز و قند بدهیم. خب میگوید که استاد خلیل الله خلیلی متولد باغ جهان آرای کابل است که در سنه 1284 هجری شمسی ایشان متولد میشن. پدرش یکی از سرشناسان و یکی از افراد مشهور در حوزه سیاست است. مصطفی الممالک میرزا محمد حسین خان است که در واقع در دوره امیر حبیب الله در مقام وزارتش میرسد دوستان، وزارت مالیه او دوره میرسد. و مادرش یکی از خوانین، در واقع یکی از دختر خوانین بسیار مشهور منطقه کوهستان است که در واقع بعدها می آید وارد شهر کابل که می شود و در واقع استاد خلیل الله خلیلی در کابل متولد می گردد. پدر مادر را از دست می دهد و وارد حوزه فعالیت های کارهای سیاسی و اجتماعی می شود. مناسب مختلف را برمی‌گزیند، مناسبی که متناسب با مشاغل دولتی و حکومتی است. در دهه 20 دوستان استاد خلیلی سمت معاونت ریاست دانشگاه کابل را برمی‌گزیند. در دهه 30 ریاست مستقل انتخابات را بر عهده می‌گیرد و بعدها به مشاغل دیگر می‌رسد. به عنوان سفیر افغانستان در کشورهای عربستان و عراق مشغول به فعالیت می‌شود و می‌گذرد. ولی عمده شهرت ایشان چیست دوستان؟ عمده شهرت ایشان به واسطه اشعاری است که در حوزه ادبیات دری گفته است. 12 اثر ایشان ثبت شده است. عمده تألیفات ایشان مضامین یا سیاسی دارد یا ادبی است یا هنری است یا عرفانی است و یا هم در حوزه حکمت است. البته ایشان بعدها مهاجرت میکند و به سمت در واقع کشور پاکستان میرود و در اسلام آباد در واقع جان به جان آفرین تسلیم میکند. بعد از 25 سال که در واقع ایشان هستند به در واقع درخواست خود کشور عزیزمان افغانستان پیکر مبارک ایشان را از کشور پاکستان بر طبق یک مراسم بسیار رسمی بدرقه میکنن و می آورن به سمت دانشگاه کابل. در محوطه دانشگاه کابل امروزی در کنار پیکر در واقع سید جمال الدین اسدآبادی پیکر ایشان در واقع مدفون گشته است. خب دوستان عزیزان قند میرسیم در بخش دوم، قواعد دستوری. در حوزه قواعد دستوری به بخش چی میرسیم دوستان؟ جمع بستن اسما. در حوزه جمع بستن اسما چی میگوید؟
میگوید که جمع اسما آن است که بر بیش از یک چیز دلالت کند. پس هر زمانی که ما یک اسم بر یک چیز بیشتر دلالت کند، دو میگویم که این اسم چیز شده از دستان جمع بسته شده است. خب حالی که میخواد جمع بسته شود، دو نشانه در زبان دری داریم که برای جمع بستن اسمها به کار گرفته میشه. این نشانه ها چیست؟ خب این نشانه ها دوتاست. یک ای است که در انتهای او کلمه مفرد، او اسم مفرد، شما حرف الف و نون و یا هم نشانه ها را اضافه کنی. هر زمانی که اضافه شود میشه چی دوستان؟ میشود در واقع جمع بستن او اسما. به طور مثال نگاه کنید دوستان، ما کلمه ای داریم به نام چی؟ به نام درخت. درخت نگاه کنید دوستان، یک کلمه مفرد است، یک دانه درخت رو اشاره میکنه. میخوایم جمع ببندیم، چی میکنیم؟ در انتهای درخت حرف الف و نون رو اضافه میکنیم. چه میشود؟ میشود درختان. نگاه کنید دوستان، شد درختان. کلمه بعدی چیست؟ کلمه بعدی کلمه اشک است که وقتی جمع بسته میشود میشود اشک ها. یا کلمه بعدی نگاه کنید دوستان، مرد جمعش میشود مردان، گنج جمعش میشود گنج ها. این کلماتی که در واقع تحت عنوان اسمهای مفرد بود با نشانه های الف و نون یا نشانه ها جمع بسته شد در انتهای او کلمات دوستان و باعث شکلگیری یک چی شد؟ یک اسم جمع شد. حالی دوستان در انتهای جلسه یک کار خانگی متناسب با قواعد دستوری شما که در ای در واقع اسلاید قبلی اشاره شد یک کار براتان آوردیم. خب کتابچه‌هایتون رو دوستان باز کنید، قلم به دست بگیرید و این سوال را یادداشت کنید. کلمه های زیر را جمع ببندید. خب مفرد است، در واقع دلالت بر یک چیز دارد، میخوایم که شما جمع ببندید که دلالت بر بیش از یکی داشته باشد. کلمات چیست؟ یک جوی، دو جوان، سه گوهر، چهار آواز، پنج افغان و شش بانو. این شش کلمه، شش اسم رو دوستان برای ما جمع ببندید. خب دوستان و گرامیان عزیز، در پایان جلسه امروز رسیدیم. مانده نباشید، جلسه امروز را در این لحظه ختم میکنیم. کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید، راه‌های ارتباطی ما را حتما مد نظر داشته باشید. 2-0-964-780-255-4013 در واقع کانال ارتباطی ما با شماست که آماده دریافت هر گونه نظر، ارائه پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان خواهیم بود. تا جلسه بعد و دیدار دیگر، شما عزیزان و خوبان را به الله پاک می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.